با سلام و احترام مجدد خدمت دوستان عزیز و هموطنان، خدمت شما هستم. در طول این جنگ 8 ساله، سال دومش که شد بعد از اینکه به قول معروف ایران رفت و خرمشهر آزاد کرد، به قول خودشون گرفتن، صدام عقل اومد تو کلش، دید باز چه قرار گرفته و جنگ فرسایشیه و نیروهاش از بین میرن. با عربستان نشسته با هم توافق کردن که به ایران اعلام کنن که آقا ما خسارت جنگ تو میدیم و چون ما حمله کردیم به قول معروف، هرچند که نمیدونست که جنگ اسلام ناپذیر را یومی دست نمیدونم، و عربستان هم چیز کرد که این کار رو انجام بده. مهندس بازرگان نامه نوشت برای خمینی که آقا اینجوری شده اینجوری شده، ببین جنگ رو تمامش کنید و خسارتتون هم بگیرید بهترین موقعیت. اما همونجوری قبلا خدمتتون عرض کردم، این جنگ برنده شده بود، باید ادامه پیدا میکرد. پس سران سپاه، رفیق دوست، محسن رضایی و امثال هم تا همین روحانی و شخص خود خمینی گفت نه، امام زمان رو من گفته با جنگ ادامه پیدا کنه. پس میبینیم که اینها هم عامل بودند و هم منتقم و همی که میخواست این کار اتفاق بیفته، چون واقعا جنگ نسل‌کشی بود. دوست دارم اونایی که اونجا بودن، تو جنگ بودن، واقعیت جنگ، اول جنگ میدونن، واقعا بنویسن، نترسن، حالا یا بنویسن بگذارن برای بعد که چقدر از عملیاتی بود که الکی درست شد، عملیاتی بود که ارتش دخالت دادن، عملیاتی بود که عمدن جوارا رو مردن بکشتن بدن، مثل عملیات رمضان و یا اون فاو وقتی به چیز هم کردن برای چیز جریان جزایر مجنون در کربلای 4، کربلای 5، اینا همه جنایت بود. اصلا نمیدونم در چه حدی تلفات داره. مثلا کربلای 4 هر چی گردن قواسی اینا بود، بهترین قواسی ایران از بین بردن اونجا. این نمیتونه یه اتفاق باشه، میتونه برنامه شده برنامه باشه. خب گفتیم بهتون که هواپیمای میراج رو فرانسه داد بیان، که پیشرفته هواپیمای دنیا بود، داره آزمایش رو توی جنگ آزمایش هم کرد. آواکس رو مال آمریکا بود، داد به عربستان، عربستان اومد تو منطقه و رصد میکرد. آواکس هواپیمایی است که کارش رادار هست، ردیابی هست، اما خودش تو رادار دیده نمیشه. آواکس هم تست شد، برای اولین بار در دنیا آواکس در جنگ ایران و عراق تست شد. شوروی تمام موشکایی که از صدام زد شوروی بهش داده بود، خود صدام که ساخت موشک نداشت که. عین موشکایی که الان ایران داره میزنه که خطا میزنه، 80-90% موشکایی که میزنه خطا میزد. مثلا بفرض میخواستن برق آلستون بزنن، مثلا 1-2 کیلو برتر میخورد، میخواست این مرکز مثلا نظامی بزنن، میرفت میخواد تو میدون طرف جردن میخواد، هر جا همینطوری از اونجا میزنن که مثلا بخواستن تست کنن اینا رو. در نتیجه تلفات غیر نظامی هم خیلی زیاد شد و تمام اینا دست بسته هم دیگه میده. میخوام این چیزی رو براتون بکنم که عوامل حاکم بر جنگ و بر مملکت تمام اینا دستشون تو کاسه مبارک بود، یعنی بدون استثنا فقط داره حکومت بکنن. چون قبلا قول داده بودن که هر چی شما بگید ما انجام میدیم، هر چی شما بگید ما انجام میدیم. یعنی مخصوصی عملیات بشه، قرار همه مردم ایران خبر داشته، مردم داخل کشور خبر داشته عملیات بخواد بشه، و جوان ها رو میبردن دسته دسته، گروه گروه، فوج فوج میبردن و همین رو کشتن میدادن یا معلوم میگم بعد تموم شد پیکارش. نسل‌کشی وقتی گفتم پس رامزه من بارها اینو گفتم، این جنگ یک نوع نسل‌کشی برای ایرانی ها بود و خمینی و تمام علما و اونه که علیه مصحب هستن میدونن هر کس اعلام کنه من امام زمان دیدم کافره، نه حق نداره بگه، ولی خمینی گفت که امام زمان گفته با جنگ ادامه بده. یعنی 6 سال این جنگ برای نابودی کشور، از گرفته سرمایه کشور و و خیلی مسئله دیگه. یادتون باشه اون زمان موشک ها دارم کرم ابریشم، اونا چین داد ایران بزنه، اونا با چین داد ایران بزنه، خیلی جالبه تست کردن این جنگ. حالا کشتی از ایران از بین بره، چقدر دریا ما از بین طرف ها دادیم، چقدر رو هوا دادیم، چقدر زده هوایی خودمون بود، چقدر چیزی هفته خودمون زد، این اتفاقی نمیتونه باشه. اینا همش برنامه‌ریزی شده است. در عمیت رمضان از اونه که الفنا بپرسن
خوب که منطقه رو رد کردن، صدام کانال آبو زد و باز کرد، توشون برق انداخت، همه بچه های طرف ها رفت از بین رفت. میتونه اینا بدون هماهنگی باشه یا عملیات با هماهنگی غیر انجام داده باشن؟ محاله. همه اینا دست بسنده. اروپا، آمریکا یه جور، شوروی هم که دنبال همون نسل‌کشی خودش بود و دنبال کاری باید بکنه بود، همیشه هم این کار کرده، دفعه اول آخرشون نیست. از سر جنگ ایران عراق، امارات آباد شد، کره جنوبی آباد شد، همین ترکیه مقدار زیادی آباد شد و چند کشور دیگه. سلاحی که ما میخواستیم، ایران میخواست بسا بگیره، با چند برابر قیمت میخریدند، بهش میدادن با چند برابر قیمت، اما به عراق مجانی میدادن که تنور جنگ گرم بمونه. آیا باز هم اینا مشروعیت دارن حکومت کنن؟ اصلا کار به دنیا نداریم ها، هرچند دنیا به نتیجه رسیده. آیا من توی ایرانی که نشستی داری حرف رو گوش میکنی، آیا دیگه مشروعیت دارن کار بکنن؟ از چی رو دیگه میخوام بترسیم؟ هدف این هست که یه خود تفکر کنیم، تعقل کنیم و آماده شیم برای حرکت نهایی، چون دیگه اینا دستشون روی مردم، هم بالا دیشه بالاشه هم پایین شدیدن. فقیر ما در خونه ریزد از تقویه سرشه خانم رو بفهمید کمکی بکن، گفت اگه بالا اگه پایین بودم کمک رو میکردم. دفعه بعد تقویه پایین بود، گفت اگه بالا بودم، گفت خانم جا هم بالا دیدیم هم پایین دیدیم. این مردم همه چی اینا رو دیدن، مردم میبینن دزدیه که میکنن، همین اخیر خودشون دارن میگن، همین اواخر خودش 30 میلیارد دلار در از همین چند وقت تو هم چند روز از بانک ها کم شده، گم شده. دیگه ما خودمون میدونیم دیگه، همه چی حاضره، همه چی مشخصه، همه چی بازه، واضحه. نباید یه حاضر شه به حرکت نهایی؟ یک روز دو روز بیشتر هم نیست، چون تمام نیروی انتظار می میدونن، نیروی خودشو میدونن، بسیج هم دیگه میفهمه و و همه اینا میدونن. سوال من این هست، نباید حاضر شه واسه روز نهایی؟ اصلا نیاز به فراخوان داره؟ باش فراخوانم انجام بده، اما این حکومت بر ما حکومت که 40 سال اینها بر این شعار اجرا کردن، این دلقک بازی رو در آوردن، این خیانت ها رو که اجرا کردن برای جامعه جهانی. مگه زمانه گفتن که کمونیست ها اینطور هستند؟ اینا که با کمونیست ها کار میکنن، هم با چین کار میکنن، هم با چیز کار میکنن. دلیل نیست که اونا کمونیست هستند کاش درست نیست. الان مثلا تو همین کشور اروپایی نگاه کنید دوستان، تو کشور سوسیالیستیه، یه نفر تا زمانی که توان کار داره ماهی 3000 4000 یورو میگیره. خوب گوش کنید، دقت کنید، اینو جوک نیست، اینو قصه نیست، واقعیت هست. به محضی که بازنشسته از کار میفته حقوقش بخور نمیر میشه، یعنی بعضی فقط بخوره و نمیره. اینا هر چی پلیدی کار پلید در دنیا بده انجام دادن و هیچ ابایی هم نداشتن. فیلماشون هم بعضی هاش تیک تک و تیکوی هست، خودتون دیگه دیدید. با هم صحبت کنید، واقعا ما لایق همچی حکومتی هستیم، همچی جنایتکاری هستیم. همین حسن روحانی از اول این توطئه و دسیسه بوده تا همین الانش در همه جهان بوده، همه جا هم فروخته. اون موسویان که سفیران در آلمان بود، من تعجب کردم هر سفیر 4 سال یه جمعونه حد اکثر پس بره. شون 2 دوره تو آلمان موند، تنها سفیر بوده در طول تاریخ در یک کشور 2 دوره میمونه. بی حساب کتاب نبوده که، همش حساب کتاب داشته. خیلی سعی میکنن که شامل مرور تاریخ بشه، مرور زمان بشه. اینا اعلام خسارت خواهند کرد، یا خوش خانواده هاشون، یا پرونده هموفیلیا که جاش اینجا نیست. 2.400.000 دلار کمیسیون گرفتید، دستگاه خراب رو آوردید. چه تعداد هموفیلیا ایجاد کردید؟ اینا با امیدی که خون پاکه، اصلا سالم بود طرف، مرتضوی که نشستی اونجا میگی که فلانه بیسار، همه شما همه تو آلوده هستید. حالا دوست بسیجی، خانواده شهید، خانواده جانباز، هموطنی هنوز فکر میکنی که اون امام بود و اینم دوباروشه؟ آیا حالا که آگاه شدید برید تحقیق هم بکنید، من که حرف من صرف بپذیرید، آیا باز هم دفاع کرده از اینا رو برای خود وظیفه میدونید؟ آیا فکر نمی کنید باید برگردیم به دامن ملت خودتون، برگردیم به هموطن خودتون، برگردیم داخل کشور، بپذیریم که اینا یک مش اجنبی بودن، یک مش توطئه‌گر و دستگر بودن؟ شما دیدید که بین همه فرق گذاشتن، چه کارا که نکردن. اگر به شما سهمیه دادن
بین شما فرق باشن با مردم، یعنی مردم نسبت به شما کینه ای کردند. اگر آمدش امکانات و اموال به شما دادن، میخواستن بین شما مردم تفرقه ایجاد کنند. غیر از این میتونه باشه؟ یه خود فکر کنید با هم دیگه. یه ذره. هرچند او اول موفق بودن، اما کارهای شیطانی همشون آخرش چیه؟ باخت. بدون برو برگرد آخرش شکسته. بدون برو برگرد آخرش افتضاحه. بدون برو برگرد آخرش همین هست که حکومت رو میبینید. جوان شما، شوهر شما، برادر شما برای چی رفت به جنگ؟ مثلا جنگ چرا باید میشد؟ گفتیم چرا. پس چرا باید ما بیم توی این تقاضای قرار بگیریم؟ از یه ساعت ها الان من نیست ها بریم بگردی کلیپ ما نگاه کنید. خیلی سال من همیشه حرف همین بود، زمانی که مسنجر بود میگفتم، زمان پالتا بود میگفتم، الان شم میگم، سال سال هم گفتم. حالا تصمیم با ما مردمه که تکلیف شما چکا بکنیم که قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد، چون مردم دیگه حالا همه یک دست دارن میشن، همه یک کاسه میشن، مذهبی غیر مذهبی، اعتقادی غیر اعتقادی، اما ایرانی، اما وطن دوست، اما آزادی خواه، آبادی خواه. ایرانی با سرفراز باشه در دنیا که میشه، اینا رو میذاریم میشیم کنار، با هم متحد میشیم، متحد میشیم علیه حکومتی که بر ما تحمیل کردند و زیر ابایشون هم دیدیم. تصمیم با ماست و من مطمئنم تصمیم خوب میگیرید. همه آماده میشید به روز قیام، قیام نهایی که خیلی نزدیک. ایام بکام، روزگارتون خوش.